همه بدنت رو ریلکس کن، تمام چیزهای بد رو از زندگیت دور کن. خب امروز میخوام در مورد ایده های یوتیوب صحبت کنم. چرا نمیاد؟ قبل از هر چیزی شرایط ما باید یه درک کنید، چون نور کمه، سر و صدا زیاده. من اینجا دارم با 1, 2, 3, 4 نفر دیگه با 3 تا بچه زندگی میکنیم، برای همین شاید اونا سر و صدا کنن، صداشون یه ذره اذیت کنه و کیفیت صدا بیاد پایین. نورم که نور طبیعیه، یعنی نور ندارم فعلا. خب بریم سراغ ویدیو. ویدیو امروز قراره در مورد ایده های یوتیوب صحبت کنیم. معمولا این چیزی که همه یوتیوبرها وقتی شروع میکنن یوتیوب، در مورد چی هستن ویدیو باید بسازن. میخوایم 10 تا از ایده هایی که توی یوتیوب بازدید خوب میگیره رو چک کنیم. بریم ببینیم این ایده ها چی هستش. ایده اول ریاکشنه، ایده خیلی نوین که هیچ کسی تا الان انجام نداده. بریم یه ریاکشن ببینیم. چیه این؟ پارافینه؟ چی کار داره میکنه اصلا؟ حوله است؟ کاهوه؟ یعنی چی هستم مگه؟ میشه؟ من از این کاهو الان نزدیک 9 سال دارم میخورم، از اون که اومدم اوکراین. از این چون مزهشم خیلی خوبه، اصلا هیچ مزه شیمیایی و هیچ چیزیش به این نمیخوره که یه چیز دستسازه. چین با آدم چیکار نمیکنه؟ یه دقیقه وایسید. این الان همون چیزی بودش که ما تو ویدیو دیدیم طرف درست کرد. من نمیدونم تو ایران هست یا نه، قیافه شبیه کلمه ولی مزه کاهو میده. چون تو ایران من مامانم از اون کاهو بلندا میگرفت همیشه، از اینا من نیده بودم. من الان 9 ساله دارم از این کاهوها میخورم. چطوری میشه مزهش کاملا طبیعیه، نرماله؟ من نمیدونم اصلا مگه میشه؟ چین با آدم چه کارا که نمی کنن. دیگه همه چی دارم میزازم، ولمون کنید خدایی. کاهو آخه میبینید قشنگ رگ و ریشه داره، همه چیزش طبیعیه. من بعید میدونم این اون باشه. ایده دوم، خیلی آدمای محدودی دارن انجامش میدن، اونم چیزی نیست جز گیم. یعنی تو یه گیم رو پلی میدی، بعدش اون گیم رو میذاری واسه بقیه، بقیه هم نگاه میکنن، خیلی هم خوششون میاد. زد نصفم کرد، پرت بخورد تو کلش. میگم مسخره نکن، من اولم. ایزی. ایده سوم، پت. شما اگه یه حیوان خونگی دارید که خیلی ملوس و گوگولیه، یا شاید هم ملوس و گوگولی نباشه، چه میدونم گربه، سگ، شاید حتما که یه حیوان خیلی خاص داشته باشید، ویدیوهای خیلی خوبی میخوره. مثلا یه حیوان عجیب غریبی که هر کسی نداره، حالا الان تو ذهنم نیست، چه میدونم مار عجیب غریبه. حالا در مورد پتتون یا چه میدونم یه چیزی آموزش بدید بهش، نشون بدید آموزش که چه شکلی آموزش بدید به پتتون، اونو بذارید. یا اینکه کلا با پتتون ویدیو درست کنید. دیگه میپا آماده ای برای ویدیو؟ بلند شو. آفرین، دست بده. آفرین، یکی دست. آفرین پسرم، خوب. یا بشین بخواب. آفرین، تو بخور فقط، تو بخور فقط. بوس بده این وقت. آفرین پسر خوب، آفرین، آفرین. میپو بنگ بنگ مردی. آفرین، بلند شو.
آفرین پسر خوب. عشق. خب بریم سراغ ایده بعدی. ایده بعدی چیزی نیست به جز مسخره بازی چی میتونه باشه؟ یکی از چیزایی که میتونه مسخره بازی باشه اینه که ترکیبی بخوری مثلا، یا اینکه نمیدونم یه تخمق برداری بکوبی تو کلت، مردم خوششون میاد فکر میکنم. بریم ببینیم اینم. یه لحظه بسید، این یه دونه رو نمیتونم انجام بدم الان. تخم مرغ زایه است یا نمیدونم چیز دیگه چی به نظرم میرسه که مسخره بازی باشه. آها، چرا عاقل کند کاری. ایده بعدی موزیکه. شما اگر که میتونید یه آلت موسیقی، میگم یه ذر اسمش چیز سخت گفتنشه، آلت موسیقی اگر بلدید که بزنید میتونید اونو آموزشش رو بذارید و اینکه کلا میتونید اون دستگاه رو استفاده کنید بزنید و ویدیو بگیرید و اونم ایده خوبیه. خب ایده بعد، شما میتونید در مورد یک روز، مثلا یک روز کاملتون رو بذارید که چیکار میکنید از اون لحظه که از خواب پا میشید تا وقتی که میخوابید. این برای خیلی ها جذابه. بلنش غذاتو بخور. برو. شبت بخیر، خوشگل. ایده بعد چیزی نیست به جز لایف هک. شما میتونید یه چنلی بزنید که کلن لایف هک توش نشون بدید، یه چیزی رو یاد میگیرید یا به مردم یاد میدید که اون کار راحت تر انجام میشه دیگه، از اون چیز روتینی که مردم انجام میدن جداست، یه حالت دیگه یه ولی راحت تره. بریم یه لایف هک ببینیم. یه لایف هک که هستش برای جدا کردن سفید و زرده، روش‌های مختلفی هستش. خیلی وقتا دیدم که سوراخ میکنن هر دو طرف رو و فوت میکنن، مثلا سفیدش میاد بیرون یا یه سری کارهای دیگه انجام میدن. راحت ترین کار به نظرم، شما تخم مرغ رو اینجوری میزنید، بازش میکنید و این زرده رو هی میندازی این ور اون ور این ور اون ور. بابا کنده شد دیگه، شرافتم رفت تو ویدیو. خب ما الان میشه گفت خیلی راحت زرده رو از سفیده جدا کردیم. ایده بعد آمار. شما میتونید در مورد یه موضوعی که فکر میکنید برای مردم جالبه یه آماری جمع کنید و در مورد اون آمار صحبت کنید، یا صحبت نکنید و کلن آمار بدید.
آمار میتونه در مورد هر چیزی باشه. الجزیره بزرگترین کشور آفریقاست. بزرگترین شعبه رستوران‌های زنجیره‌ای KFC توی آذربایجانه با متراژ 16000 متر مربع. آلمان کمترین کودک نسبت به جمعیت کشورش تو کل جهان رو داره. توی سوئد بیشتر از 200000 نفر فامیلیشون کارلسونه. ما تو کل عمرمون هر چقدر که راه میریم اگر همه اینا رو جمع کنیم تقریبا میشه گفت 4.5 دور کره زمین ما زدیم. آمار آخر، کمترین تولدها تو روز شنبه اتفاق میفته، یعنی یه بچه که متولد میشه. یه ایده دیگه هستش که تو یوتیوب میتونیم بذاریم، اونم مدیتیشنه. کسایی که استرس دارن، کسایی که آرامش ندارن، عصبیان یا هر چیز دیگه، یا اصلا مهم نیستش، هر کدوم اینا میتونه نباشه و تو یه روز سخت کاری رو داشته باشی. مدیتیشن. به چیزهای خوب فکر کن، نفس عمیق بکش، نوک انگشت شست پای چپت رو حس کن، حسش میکنی، دونه به دونه انگشت های پات رو حس کن، بیا بالاتر، زانوات، همه بدنت رو ریلکس، تمام چیزهای بد رو از زندگیت دور کن، به چیزهای خوب فکر کن. چرا من کج شدم؟ ایده بعدی و ایده آخر، نقاشی. اگر که طراحی و نقاشی بلدید میتونید که به بقیه آموزش بدید، اگر هم که آموزش نمیدید میتونید فقط نقاشی کنید، از نقاشی کردنتون فیلم بگیرید و اون رو برای بقیه بذارید، مردم نگاه میکنن، جالبه واسه شون. من میخوام این عکس میپو رو نقاشی کنم، به شما هنر خودم رو نشون بدم. تصمیم گرفتم که از گوشاش شروع کنم. یه گوش اینجا داری، یه گوشم اینجا، اینجا، اینجا موه، اینجا یه خط وسط پیشونیت، اینجا دور موه، کلن موه، چه به اینقدر موه، این پاشه، اینجا علف سبز شده، اینم یکی پاشه، اینا علف ها با موها قاطی نکنید، این چششه، اینم یه چشم دیگه شه، اینجا دماغ داریم، اینم فک پایینش و زبونش. میپو واقعا ازت معذرت میخوام بابت این کار زشتی که با تو کردم. خب اینم از ویدیو امروز، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیو بعد، فعلا.